اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعات و لحظات خوبی داشته باشید. در بررسی زندگی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نفس پیغمبر گرامی اسلام، به این تیکه از تاریخ رسیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت رسید بعد از خلیفه سوم، بعد از عثمان. تمام مردم اجتماع کردن بر اینکه با تو بیعت میکنی و تو و خلیفه به حق رسول گرامی اسلام هستی. و در 18 ذی‌الحجه، روزی که مصادف هستش با روز قدیر، با امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن و بیعت کردن. خب چه شد که در خلافت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن؟ باید برگردیم به قبل از به خلافت رسیدن ظاهری آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، زمانی که فتنه ها دست به دست هم دادن و کارها و اعمالی که خلیفه سوم انجام داد موجب شد تا اینکه مسلمان ها شورش کردند و عنوان پیرمرد یهودی رو به عثمان دادن و از شهرهای مختلف جمع شدن تا عثمان رو به قتل برسونن. خب میدونید در زمان عثمان بیت المال به بدترین وجه خودش مصرف میشد. حکومت به سمت سلطنت رفته بود، مالیات حق حساب شده بود و بذل‌ها و بخشش‌ها و میل به دنیا زیاد شده بود. لذا اختلاف طبقاتی که در زمان خلیفه سوم به بار اومده بود باعث شد مردم شورش کنند و بر علیه این ظلم داد بزنن و قیام کنن. از جمله کسانی که بر علیه عثمان اومد و قیام کرد، همسر پیغمبر گرامی اسلام عایشه است. این جمله نقل شده از ایشون که اقتلوا نعسل قتل الله نعسل یا فقط کفر، عنوانهای مختلف و روایات مختلفی که از عایشه نقل شده که این پیرمرد یهودی رو بکشید. و هنوز پیراهن پیغمبر گرامی اسلام نپوسیده در حالی که سنت او از بین رفته. خب در زمان عثمان سهمیه عایشه را از بیت المال قطع کردن و به صورت کمتری در اومد و این امر موجب شدش که عایشه بیاد قیام بکنه، سخنرانی در مسجد داشته باشه بر علیه عثمان، که این سخنرانی و این درگیری باعث میشه کشش و کشمکش ها زیاد بشه و در نهایت عایشه بشورونه مردم رو بر علیه عثمان و عثمان بیاد موضع بگیره در علیه عایشه. عایشه پیراهن پیغمبر گرامی اسلام رو گرفت و اینگونه گفت که پیغمبر از مدت زیادی نیست که از دنیا رفته، پیراهنش هنوز کهنه نشده، در حالی که عثمان اومده و داره دین پیغمبر و سنت پیغمبر گرامی اسلام رو از بین میبره. موضعی که عثمان در برابر عایشه میگیره، درگیری ایجاد میشه. اون آیه سوره تحریم رو میخونه که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. خدا مثل میزنه برای کسانی که کافر هستند. مثل اونها مثل امرأه نوح و امرأه لوط هستند که در تحت سرپرستی دوتا از پیغمبران و دوتا از عباد ما بودن. و این درگیری ها در نهایت منتهی میشه به اینکه عایشه ترک میکنه، از خانه خودش خارج میشه، به سمت مکه میره. البته کسانی بودن که اومدن پادرمیونی کردن عایشه این کار رو نکنه، چه بسا باعث این بشه که عثمان کشته بشه، اما قبول نکرد. مثلا این جمله نقل شده که مروان اومد به عایشه گفت اگر تو ترک بکنی، رها بکنی مدینه رو، مطمئنا عثمان کشته میشه. عایشه در جواب گفتش که اگر عثمان در خورجین من هم باشه، من اون خورجین رو میندازم در دریا. و این گونه گفت که از عثمان من نفرت دارم و برام فرقی نمیکنه که چه بر سر عثمان بیاد. خب این سوال مهمی هستش. حتی در جریان ظهور هم بحث این که قاتلان عثمان چه کسانی هستن، حق با علی علیه السلام هستش، حق با اهل جمل هستش یا علی علیه السلام، تو اون جریانات هم اومده و عنوان شده در اون جریان صیحه‌ای که هستش. اما به هر حال عایشه ترک میکنه مدینه رو، به سمت مکه حرکت میکنه. افراد مختلف جمع میشن. اینجا در تاریخ ذکر شده که عثمان در ابتدا وعده وعیدهایی به اونهایی که از
جاهای مختلف اومده بودن میده و در و بعد نامه‌ای می‌نویسه مبنی بر این که اگر به والی مصر هستش ظاهرا نامه می‌نویسه که اگر محمد ابن ابی بکر با نامه ولایت و حکومت من داره اونجا میاد که می‌خواد حاکم بشه رسید اونجا او و پیروان او رو به بدترین وجه بکش و کسانی که شاکی بودن از این حاکم خودشون زمانی که این نامه رو به دست میارن برمیگردن و عثمان رو میکشن و عثمان رو به قتل میرسونن. خب در جریانات دفن عثمان هم وارد شده تا 3 روز نداشتن بدن عثمان دفن بشه و در نهایت در نیمه شب عثمان رو در قبرستان یهودی ها اومدن و دفن کردن و در زمان معاویه حائلی که بین قبرستان مسلمان ها و قبرستان یهودی ها بود این حائل رو برداشت تا اینکه اون قبرستان یهودی ها هم جزء قبرستان مسلمان ها بیاد به حساب بشه و این نکته بسیار مهمی هستش. اون کسانی که عثمان رو کشتن صحابه پیغمبر گرامی اسلام بودن و این مطلب که بالاخره قاتل حق داره یا حق نداره، چون همین قاتلین عثمان کسانی بودن که به گفته کسانی که اجماع رو قائلن و ابوبکر رو خلیفه میدونن به علت اجماع، همین ها کسانی هم هستن که چه بسا در اون بیعتی که فلته هستش و ابوبکر نقل میکنه، عمر نقل میکنه که بیعت ابوبکر فلته و ناگهانی بود، امری شتاب زده بود، امری دور از اندیشه بود، همون ها هستن. بالاخره موضع ما در رابطه با قاتلین عثمان چه کسی چه چیزی هستش؟ خوب هستن؟ بد هستن؟ اگر بد باشن صحابه رفتن زیر سوال، اگر خوب باشن خلیفه ثانی، خلیفه ثالث زیر سوال رفته. بالاخره باعث شد که عثمان در مدینه به قتل برسه و جمع شدن علنی و تمام مردم بدون هیچ گونه مخالفتی با اختیار محض با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن. پس علی علیه السلام میشه خلیفه. مخالف خلیفه مخالف خداست، مخالف رسول خداست، مخالف مسلمان هاستش و این مخالفت در 3 جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام پیش اومد، یعنی جنگ جمل که توسط عایشه اومد و توسط عایشه و طلحه و زبیر اومد به راه افتاد و جنگ صفین که توسط معاویه و جنگ نهروان، اون وقت این برای ما معلوم میشه که راه و تفکر درست و صحیح در اسلام به چه صورت هست. بالاخره عثمان کشته میشه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت میرسه، حکومت ظاهری. حکومت باطنی که ما قائل هستیم به محض شهادت پیغمبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه میشه، چه مردم او را قبول بکنن چه مردم قبول نکنن، اما خلافت ظاهری او میره تا بعد از قتل عثمان. خبر میرسه به مکه، خبر میرسه به عایشه، در ابتدا موضع خوشحال میشه و در بعد ناراحت میشه و میگه چه کسانی عثمان رو کشتن و ما باید بیایم و انتقام خون عثمان خلیفه وقت رو بگیریم، در حالی که اون کسانی که تاریخ رو خوب بررسی میکنن میفهمن که یکی از اسباب کشته شدن عثمان موضعی هستش که خود عایشه میگیره در برابر عثمان. اما به هر حال اینجا شعار این جماعت این هستش که ما باید انتقام خون کشندگان عثمان رو بگیریم. چه کسانی عثمان رو کشتن؟ علی، در حالی که علی الان خلیفه رسول الله هستش، تمام مسلمان ها با او بیعت کردن و کسانی که عثمان رو کشتن همون صحابه‌ای بودن که صحابه پیغمبر بودن که گفتن عثمان اومده، عثمان اومده و سنت رسول گرامی اسلام رو از بین برده و موضع امیرالمؤمنین در اون شورش و در اون فتنه‌ای که بر علیه عثمان هستش این هستش که مخالف این هستش که این جریان محاکمه عثمان به این نحو بره. امیرالمومنین علیه السلام در یک جمله فهمد اگر طرفداری میکردم از عثمان جزء کسانی که با عثمان همدست بودن میشدم و اگر با شورشیان طرفداری میکردم جزء قاتلین عثمان محسوب میشدم. و در اون جمله پرارزش آقا امیرالمومنین که میفهمد کن فی الفتنه کابن لبون، در فتنه مانند بچه شتر باش که بچه شتر نه سواری میده نه شیرخوار دیگری هستش. خب امیرالمومنین زمانی که به حکومت میرسه افراد مختلفی که عثمان در سراسر کشور اسلامی اومده بودن و حاکم کرده بودن اینها رو عزل میکنه. خب حاکم هایی که چپاول کرده بودن بیت المال مسلمان ها رو به حقیقت و اختلاف طبقاتی که بین مسلمان ها اومده بود و بار آمده بود و
خب اینها رو عزم میکنه. اینها وقتی که عزم میشن کجا براشون محل امن هستش؟ کجا گرد هم جمع بیان؟ با اون پولهایی که داشتن همه جمع میشن در مکه. عایشه در مکه هستش، اینها در مکه هستن، پولها در مکه هستن، ثروت زیادی که دارن و مکه هم که محل امن هستش. از طرفی معاویه حاکمی بودش، حاکم خلیفه دوم بود، حاکم خلیفه سوم بود و دستگاهی مجلل و سلطنتی برای خودش در شام که راه بسیار دوری هم هستش در تا مدینه اومده بود و برای خودش یه دستگاه بزرگی اونجا اومده بود و ساخته بود. معاویه اومد و نامه داد و پیغام داد به طلحه و زبیر که بالاخره این خلافت و این حکومت حق علی نیست، اگر حقی هم باشه حق شماست. ببینید ما بررسی که در تاریخ داشتیم بنده به این نتیجه رسیدم که اصلا اون جنبه و اون جبهه سیاسی مقابل آقا امیرالمومنین علیه السلام نمیخواست علی علیه السلام بیاد و حاکم بشه. اسم امیرالمومنین علی علیه السلام رو میخواستن از اسلام پاک کنن و حتی او رو به عنوان یک غیر مسلمان بیان جا. تعجب نکنید 70 سال روی منابر علی علیه السلام رو اومدن و لعن کردن. بالاخره نامه‌ای که معاویه می‌نویسه به طلحه و زبیر، معاویه‌ای که یاری نکرده بود عثمان رو، معاویه‌ای که میتونست یاری بکنه عثمان رو تا این گونه فتنه‌ای برپا نشه، وقتی که این نامه رو می‌نویسه میگه فقط تنها جاهایی که برای شما مونده همون حجاز هست و مدینه هست و بصره هست و اگه این جاها رو بگیرید شما حاکم هستی. من برای شما بیعت گرفتم از مردم شام که حالا این هم حیله بوده یا نبوده اون جای خودش باید بحث بشه. اما لشکری که مهیا شده بود و اون پولها و اون حاکمهایی که در مکه بودن اینها حرکت کردن بیان به سمت بصره. قبل از این ماجرا این نکته رو بگم که طلحه و زبیر جزء کسانی بودند که اومدن با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن، او رو خلیفه دونستن و برای خودشون قائل بودن اگر علی به حکومت برسه یک قسمتی از خلافت، یک قسمتی از حکم فرمانی ملت اسلام رو امام میده، بهره ما رو از بیت المال بیشتر میکنه. خب عادت کرده بودن در زمان عثمان به اینکه بهره بیشتری از بیت المال داشته باشن، به اینکه میتونه خلیفه رسول الله بهره کسی رو بیشتر بده، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام اصلا کلا با این کارها مخالف بود. او عدل است در قالب انسان ها که اومدم پیش امیرالمومنین و اون ماجرای معروف که امیرالمومنین فرمود کارتون شخصی هستش یا اینکه مسلمان ها رو هم داره، که وقتی که امیرالمومنین متوجه شدن کار شخصی هستش شمعی رو خاموش کردن، شمع دیگه روشن کردن. وقتی که سوال کردن حضرت فرمود کار من به خاطر این بودش که این شمع برای بیت المال بود، این شمع شخصی هستش و کار بیت المال رو نمیشه برای کار شخصی اومد و خرج کرد. وقتی که این رو دیدن فهمیدن که امیرالمومنین علی علیه السلام رفتارش فرق میکنه، او کشته عدالت است، او انسانی، او عدالت است در قالب انسانی. و در نهایت گفتن ما میخوایم برای به جا آوردن عمره از مدینه خارج بشیم و بریم مکه. امیرالمومنین هم فرمود که شما میخواید به مکه برید، میخواید فتنه بکنید، میخواید جنگ راه بندازید، قسم یاد کردن که نه میخوایم این کارو کنیم. دوباره امیرالمومنین از اونها بیعت گرفت و اینها رفتن و در جمع حاکمان و جمعی که عایشه در اونجا بود حضور پیدا کردن و در نهایت لشکری رو ترتیب دادن که این لشکر اومد و زمینه جنگ جمل، اون جنگی که روی داد و باعث کشته شدن انسان‌های بسیاری صحابه نازنین پیغمبر رو به بار آورد رو مهیا کردن. لشکر حرکت کرد به سمت عراق به بهانه انتقام خون عثمان، کشته‌ها و انسان‌کشی‌های بسیاری اومد و روی داد. در بصره حاکم امیرالمومنین علیه السلام رو اومدن با او جنگ کردن و بیت المال رو به تاراج بردن و افراد زیادی رو در اونجا اومدن و کشتن و به شهادت رسیدن. در بین راه اون حدیث شریف پیغمبر گرامی اسلام که فرموده بود زنی هستش از زنان من که سنا فگان هوعب به او پارس میکنن، خب این اتفاق میفته، سگای پارس میکنن. عایشه متوجه میشه اون حدیث پیغمبر رو، میخواد برگرده اما با حیله و تزویری که اطرافیان عایشه داشتن کار به این میکشه، به راه خودش ادامه میده و عایشه رو بر سر شتری سوار میکنن که این جنگ اگر به نام جنگ جمل هست به نام شطوری هستش که عایشه بر سر این شطور سوار هستش و به جنگ آقا امیرالمومنین که نهی کرده بود صحابه خودش رو از جنگ با علی، علی که معیار حق و باطل هستش،
علی که نفت پیغمبر گرامی اسلام هستش در نهایت به جنگ با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میپردازه. در ابتدای جنگ آقا امیرالمؤمنین نصیحت میکنه که این کار رو نکنید. یکی از یارانش رو میفرسته، جوانی هستش، سه بار میفهمد چه کسی هست بره اینا رو نصیحت کنه. جوان هر سه بار بلند میشه و بعد وقتی که جوان میره او رو به تیر میبندن، دستان او قطع میشه و در نهایت در محضر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میاد و شهید میشه. حضرت صحبت هایی داره با طلحه و زبیر، حدیث پیغمبر گرامی اسلام رو خاطر نشان میکنه که پیغمبر با ها فرموده بود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق حیث ما دار علی، حق با علیه، علی با حقه و هر طرف که علی بگردد حق با او اون آنگونه اون طرف میگردد. چه کار کردن در جنگ جمل؟ کسی که ناقه عایشه رو داره در دست داره، کسی که اون شطر عایشه رو داره به جلو میبره، نقل میکنه که عایشه یک زمانی این دید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست برداشته به دعا و داره دعا میکنه. عایشه که در هودجی از آهن بر سوار شطر بود نگاه کرد، علی علیه السلام رو در حالی که دست به دعا برداشت. این کلام از زبان عایشه خارج میشه که چقدر شبیه داداشش هستش، اون کسی که افسار و افسار شطر عایشه در دست داره. میگه چه کسی رو میگی؟ میگه علی رو میگم که برادر رسول خداست. میگه اگه برادر رسول خداست چرا بلند شدی و داری میای با او بجنگی؟ در تاریخ نقش شده که در این جنگ 16,000 نفر کشته میشه. عنوان ام المؤمنین، مادر مؤمنان، به عایشه گفته میشه. کسی که سبب این جنگ بود چه کسی بود؟ چه کسی خون کسانی که در جنگ جمل ریخته شد که بعضی ها 16,000 گفتن تا 24,000 نفر هم آمده گفته شده، این خون به گردن چه کسانی هستش؟ پیغمبری که نهی کرده بود و فرمان داده بود که بس جنگ با علی بپردید، گوشت علی گوشت منه، پوست علی پوست منه، استخوان علی استخوان من هستش. علی کسی است که در آینده با ناکسین، کسانی که اهل جملان، با قاستین، کسانی که از صفین میان به جنگ با امیرالمؤمنین، و با مارقین میاد و جنگ میکنه. و در نهایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام این فتنه را خاموش میکنه، اما خوشحال نمیشه. عایشه به همراه برادرش محمد ابن ابی بکر با 40 نفر راهی مدینه میشن و وقتی که به مدینه میرسن عایشه بلند میشه میگه ببینید علی همسر پیغمبر ام المؤمنین رو با 40 نامحرم اومده و روانه کرده. بعد اون 40 نفر چهرهای خودشون رو باز میکنن و معلوم میشه درایت و حقانیت امیرالمؤمنین، معلوم میشه که این 40 نفر اصلا 40 نفر زن بودن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شطر عایشه رو که چه بسا این شطور ما رو در تاریخ قرآن وقتی که بررسی کنیم یاد یه ماجرای تاریخی دیگه هم میندازه، میاد و میسوزونه و به آب میسپره تا بعدن کسی مدعی نشه که این شطور چه هست و چه هست و چه هست. همون گونه که موسی میاد و آن گوساله سامری رو آتش میزنه و از بین میبره. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی که نفس پیغمبر گرامی اسلام هستش، در یک ماجرای تاریخی در جنگ جمل، در ماجراهای جنگ جمل اینگونه مطالعه میکردم که زنی اومد سوال کرد که آقا، از عایشه سوال کرد که اگر زنی فرزند خودش رو بکشه چه حکمی داره؟ عایشه جواب داد که صدای او جهنم هستش، او به عمد اومده بچه خودش رو پرسیده. بعد سوال میکنه اگر کسی مادری 16,000 بچه خودش رو بکشه حکم او چی هستش؟ که عایشه فریاد میکنه بلند شید و این رو ببرید. در ماجرای دیگه‌ای در تاریخ ذکر شده در قسمت سلونی قبل ان تفقدونی و کسانی که به دروغ این ادعا رو کردن، چون تنها کسی که در تاریخ سلونی قبل ان تفقدونی گفت و هر سوالی شد جواب داد و هیچگاه در هیچ سوالی نموند، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش. اما یکی از کسانی که این سلونی قبل ان تفقدونی رو میگه و وقتی که سوال میشه نمیتونه جواب بده و آبروی خودش رو میبره، یکی از بزرگان اهل سنت و جماعت هستش به نام سبت ابن جوزی، بلند میشه میگه سلونی قبل ان تفقدونی. زنی بلند میشه در جا سوال میکنه، میگه آیا این درست هستش که در تاریخ اینگونه عنوان شده که جنازه عثمان 3 روز در روی زمین بود، علی علیه السلام هم در مدینه بود اما در دفن او شرکت نکرد؟ سبت ابن جوزی میگه بله درسته.
سوال میکنه، میگه آیا این هم درست هستش که نقل شده امیرالمومنین علیه السلام از مدینه یا کوفه برای دفن کردن سلمان فارسی اون طی الارض رو انجام میده، دفن میکنه و برمیگرده، میگه این هم درسته. سوال میکنه این زن که آیا این اگر علی علیه السلام دفن نکرده باشه عثمان رو، آیا دلیل بر بطلان امیرالمومنین یا دلیل بر بطلان عثمان میشه؟ و نمیتونه جواب بده. هرچی فکر میکنه میبینه اگر امیرالمومنین روزی سوال ببره از اسلام خارج میشه، اگر عثمان روزی سوال ببره باید دست از مسلک و مرام خودش برداره و بیاد به شیعه بشه. در نهایت جوابی که ابن دجوزی به این شخص، به این زن مکرمه و بزرگوار میده این هستش که آیا به اجازه خودت از خونه اومدی بیرون یا به اجازه شوهرت. اگر به اجازه خودت اومدی لعنت بر تو، و اگر به اجازه شوهرت اومدی لعنت بر شوهرت. و دوباره جواب دندان شکنی که اثبات حقیقت هستش اینجا این زن به این سبت ابن جوزی میده، و اون همین هستش که آیا ام المؤمنین عایشه زمانی که از مدینه خارج شد و رفت به مکه و از مکه به جنگ علی علیه السلام آمد، آیا به اجازه خودش بود یا به اجازه پیغمبر بود؟ پیغمبری که در قرآنی که برای ما آورد این هستش که زنهای پیغمبر باید در خانه های خودشون بشینن و بیرون نیان. به هر حال این جنگ، این خلاصه ای بود از اتفاقی که در جنگ جمل افتاد و سبب کشته شدن صحابه نازنین پیغمبر گرامی اسلام شد. اما همین ماجرا ما رو کمک میکنه تا در این دنیای پر از فریب و دنیای پر از تبلیغات بتونیم راه و مرام صحیح رو پیدا کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.